چرا داریم زب میکنیم من می من که یه کاری کردم گرفت ش... من میخوام شرف تو رو تو این اپیزود ببرم یعنی من کاری با تو بکنم سب کن فقط دهنی ده من از تو سرویس کنم توی این اپیزود تو این هفته بیا بشین <تص> فیکسش نکن ای خدا من نمیدونم این خشم و چی جوری من فروکش کنم امروز چه خبر؟ میخوای در اتفاقی اتفاق کمی هم افتاد بگید؟ نه اونو باید اول اپیزود بگم چون یه جرات خاصی توشه حتما باید به گوش جهانی هم برسه او همه که اینگه گذاشتن اتفاقات تو نه اون آخه <تصفح> وقتی تعریف کنم متوجه بشید که اه... باید توی اپیزود گفته میشود چه خبر؟ چیکار رو کردی این هفته؟ این هفته تام کردم چند تا سیزنه؟ ست, ست. ست. بله. با دیگه زندگی اینجا به بعدش تکراریه دیگه هیچ اتفاق جدید توش نمیفته نونو. یعنی دارک زندگی واسه تو شروع آم 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 کرد و تو بازه رفت. یه معنای عجیبی به زندگی ما داده بود دیگه الان خیلی خوبه خب دیگه چی؟ راضی بودی از پایانش؟ چون من خوب داره. آه، آه، یعنی سیزن جدید قرار نیست بیاد تمامش دیگه نمیاد یه جوری نوشتن که جا داشت ادامه داشته باشه چون یه سری از در واقع داستان ها هویدا نشد برد. ذهن ما درگیری ولی نه دیگه قرار نیست بیاد دیگه دیروز هم که بسکتبال دیدیم فینال فرهاد هم دید یه بخشی همه چیز لیکر آره دیگه خیلی اصلا. آخر راحت دو تا تو... بازی رو در برده بودن ولی نتونستن دیگه. دو تا بازی آخر الان جفتش توی چیزه در واقع چیز, نه. چیز نه. که نه. آره نه تو بابلم بابل ولی خب نمیدونم دیگه کدوم هوم کدومه به الان ولی اه... تو بابلن دو بابل منظورت چیه آره. این اصطلاحی که بکنم میبرم بازی های آمریکا همه یه تیما میرن تو یه شهر بعد مثلا هتل و های مشخص دارن از اونجا هم خارج نمیشن مثلا یکی از بازیکنای این بی خارج شد رفت با یکی خوابید بعد کرونا گرفت و اصلا داستان شد اینا به خاطر کرونا بیرون آره اینا رو الان همه رو قرنطینه اصلا با دنیای بیرون ارتباط ندارن آه چه جالب بر همین آره من آه کلی آدم بود که فوش خار مادر کشه بودن به لبران اصلا نمیدونم چرا لبران چرا چه امتیاز گرفت میدونم ولی مثل لباس دیگر... کوبی رو پوشیده بود نه لباس مشکی لیکرز اینا به میشون... یاد کوبیه اون دیگه اون لباس رو هر وقت پوشیدن بردن اول نه اولین... اولین بار بود که مشکی مثل که میپوشیدن و باختن یه همچین چیزی بود سری پیش داشت میگفت همیشه برده بودم بعد هم با سه تا باختن دیگه سه تایی که یعنی میتونست بگیره یه سه بعد زد یه پاس اشتباه هم زدن تو اوت دیگه 108 به 111 آره اوکی سه امتیاز چی می‌خواستی تو چی می‌خواستی م. نه نام صدام خوبه یا نه ولی خیلی عالیه دیگه اصلا دیگه الان انداختی تگلوت بگو مریضی یه چیز بود الکس فوش می‌خوره احتمالاً الکس جولیگ یارا صدا هنوز خوب نشده از مریضی از میکنم دوستان ولی من دیشب تو گفتی این لباس رو پوشیده لیکرز بس که هرم گفتی برای این بیماری کووی یه چیز دیگه شنیدم کووی کوبی بو بذاری؟ نه دیگه درش میارم یه زیبت بگم یه دونه خبر رفته بودی که کفش مایکل جوردن رو 615 میلیون نبوده هزار دلار بود جدی؟ بله خواستم در جایی یه چیز واسه توی اینستاگرام فرستاده بودن که یک مایه 600 هزار دلار فروش رفته بود اونو میخوایم بگیم بعدم. ببین نظر امروز من این سه تا دوربین رو فراموش کنم هرچی که دانسته و ندانستم جلو بچه ها بگم امروز خونی هم از دستت هم خب تو که هیچی تا هم که مهم نیست تو چه قبر بتری؟ میدم به ایمان اتفاقاتی بعد برش افتاده از دیشت اما من من که سرما خوردم و هنوزم هستم و صدام گرفته مریضی جدید نباشه نه مریض جدید نیست the new the من پار سالم که این سرما خوردگی رو خوردم سه هفته تمام مزه و بو و اینا نداشتم الان هم همونطورم شما پس پارسال گرفتی علائم مریضیه جدید بعد یه نکته ای که اومدی به ما بدی اینه که مثلا غذای خوب من در جریا نبودم اینه که یه آماده نبودم خب وش به نشستیم هم دوست داشتم روش میدن خب آره یه چیز بعد این که مزه اینا نمیفهم که غذای خوب هر چیز خوشمزه که میخوری اصلا نمیفهمی حتی بدمزه دیگه خوبیش هم هست آره بدمزه رو هم نمیفهمی بگم خوشمزه است فقط میخوری برای همین این چند فقط مثلا برنج و نون رو نخوردم چون خودش خیلی اینجا تو حسابی آره یه دست و شیسته عجیبی داره من هم بگم هفته جالبی داشتم خیلی سریع بگو یاد وقت نهارم برای تو مکه دوست دوستای دبیرستان ایران هم با خانوادهشون اومدن کانادا واسه زندگی ها کجا از ایران و و خیلی خیلی از دوستان ایران, دوستان. ایران و ایران خیلی خیلی حس باحالی نشسته بودیم هم تو داشتیم از خاطرات دبیرستان ایران گفتیم آره سه هفته اول دبیرستان خیلی خوش گذشته دیگه این هفته هم همش باشون بودیم و این طرف اون طرف رفتیم و سیف بوده موازین همه رعایت شده واقعا چه جوری زیر 19 سال بوده وقتی اپلای کردم برای کانادا 10 سال طول کشیده تا پروندهشون یکی از خانواده‌های ما که 20 ساله اپلای کردن تازه گرفتن 20 سال نه واسه آمریکا 14 برای کانادا یا, یا آمریکا کانادا واه. آره همین اخیرا گرفت آره آره همین واسه هفته پیش اتفاق افتاد و اینکه نه خب جالبش این بود که اولین وکیلی که باش کار کردن دوز از در اومد زد و برد همینطور کار رو راه انداخت در میان اینجا یادشون بود, بود که آره. آره از آن آره به خاطر اینکه 1000 دلار داده بودم به او وکیل عشان. اولیه قشنگ یادشون مونده بود سا. اون موقع اون موقع, آره. اون موقع. آره. خیلی یادشون مونده بود قشنگ جونم براتون بگی که من این هفته دارم فیلم های مارول رو دوباره میبینم خیلی حال میده از اول شروع کردم شروع تا مثلا به 2018 نه آره من یک دو بعد ثور یک و دو دیگه مارول کپتن امریکا همه همه رو دارم از اول اول میبینم دیگه خیلی باحاله نه مثلا علاقه ای نداشتید شما به اینجور فیلم ها کلا نداشتیم ام... امکانات نشین اونقدر ام... 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 ام اطراف نه من بعد نمیاد ببینم امکانات يعني... چی الان که می... امکان الان آره موقعی که قدیم که می اومد ما هیچ وقت موقع نیده بودیم که اون موقع من, من یه دونه آیرمن دیدم نه مثلا فقط آیرمن یک رو دیده بودم موقعی که بچه بودم اونم مثلا سال شما فکر کنم 2014 15 بود که اومده بودیم اینجا یعنی تلاف... زبانم مناسب شده و میتونستم بفهمم ولی چیزی نیده بودم نه اصلا من تفاوت این مارول و دیسی کامل نمیدونم یعنی اصلا Marvel... مثل نمیدونم مثل آرین و ثور و کپتن امریکا و هالک و و اینا اون دیسی میشه مثلا بتمن و سوپرمن و یه سری جوکر و اینجور دو تا یونیورس مختلف هم اونجرز هم مارویله اونجرز گاردینز آف دی Galaxy هم مارویله و اینو با هم هم <applause> نه نه با هم دیگه توی کامیک بگو تو فیلم من یادم نمیاد دوتا با هم دیگه کلش کرده باشن ولی توی مثلا کامیک بوک اینا بعضی جاها بوده که کراس اوور داشتن ولی معمولا اینا هم جدا <applause> کامیک بوک و اینا هم دنیای عجیبی داره ببین. بزرگ و پرطرفدار و گرون یعنی مثلا کامیک بوک رو آره مثلا ادیشن های آره مثلا بالای مثلا دو سه هزار دلار میفروشن اه. لیمیتد ادیشن ها و اینا برای خودش اینا من ملا میرن از صف وای میسن میگیرن من هیچ وقت متاسفانه نتونستم خودمو به خودم بقبولونم که همچین چیزی میتونم دوست داشته باشم برای هیچ وقت نرفتم سمتش ولی احتمالاً با اون شخصیت نردی که من دارم باید خوشم بیاد uh, بعد چیز دیگه ای که میخواستم بگم که فکر کنم به آدیوم نخوره این قضیه فاگماه لیگما یه ویدیو هست یه بذار فرستاد من <متص> اینو با یه لحن جدی فقط تکسشو من اصلا مونده بودم اه بگو چی گفتم که زد معلوم بود نه 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 ده. من برای این فرستادم گفتم ما که مثلاً... ببین در مورد لیگما دیزیز چیزی میدونی و <تصفح> گفتش که مثلا برای ایمیون سیستم و برای امنی... امنیت بدن و ایناست مثلاً, من... مثلا چیه مشکل و اینا گفتم که نه حالا این دکتره توضیح میده اون چیز حکسه نیستش یکی از این مریضی اصلا وجود خارجی نداره اصلا هیچ کدومش چیز... نه بعد لیگما یکیش بیشتر هست آره روش یه مدت گفتن نمیدونم کی کجا درست کرده لیگما رو مثلا توی استریمران نینجا مثلا میگفت من لیگما گرفتم اینا ولی خب همش جوک بود آره همش مسخره بعد این شروع میکنه مثلا جوکای عجیب ساختن از این کلمه ها ببین مثلا تو یه هفته گذشته شاید بالای با بار دیدم اینو از کجا پیدا کردی ویدیو رو خیلی ویوش کم و ویو لایک آره من اوریجینالش نیستین پایین کیفیت این آخه اگه دیده باشی یا رو اسکرین ریکورد کرده یکی دیگر رو آلی. نمیدونم مارو اصلیه رو نتونستم پیدا کنم این یه کامپایلیشن همش بود باحال بود <applause> بعد اصلا حالا میذارمش توی توییتر یا, یا توی توی توییتر خودم که میتونم بذارم میذارم ببینید قشنگه بعد بریم سر اپیزودمون بریم حیف باش بزن بریم سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبانهای این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرزادم با ما سلام اینم اینجاست نگو دیگه یاد گرفت سلام کنم سلام جونم براتون بگم که اپیزود 251 من همین اولش بگم که خودکست رو میتونید توی تمام پادگیرها مثل کست باکس پاد بینو اول من بگم اپل اپل پادکست گوگل پادکست اسپاتیفای و جاهای مختلف بشنوید و میتونید توی یوتیوب به صورت تصویری تماشا بکنید تلگرام و قول دادن تلگرام که نمیدونم چرا فیلم نگیر جواب بده چرا تلگرام نیست لپتاپ هم خراب شده خب مگه ایشون نگفتن, نگفتن که من بلدم به من نگفته هنوز چجوریه بعد ازش فوتوکوزگری یادش نمیاد خیلی ارتباطات بینمون کمه خیلی وقت گذاشتم واقعا ولی دوست نداشتم فایلایی بذارم که زشت بود حالا چیزی من میگم فقط فرزاد یه ذره سرما خورده برای همین صدا شد تو گلوش ننداخته در جریان باشید فهاشی نکنید جونم برای تو که یه خاطره میخواستم بگم که الان خوندمش دیدم نمیتونم بگم خاطر همین مریضی هست نمیتونم بگم بگو مریضی آره جدیدند، حالا فرضا میدونه این آسانسور ما خراب میشه همینطوری الان من اومدم یه صدای عجیبی داشت میداد فنش انقدر دورش تون چند روز پیش یه دونش فقط کار میکرد فکر کن صبح اول صبح همه میخوام برن سر کار و اینا بعد تو مدتی که این مریضی اومده بود و اینا برا ما اینطور بود که بیشتر از دو نفر نمیتونن تو آسانسور برن بعد آسانسوری که خراب شده بود به یا یه آسانسور اومد فکر کنم هفت نفر توش بودن یعنی <تصح> اصلا همه دیگه بیخیال شده بودن موقعی که یه ذره به تنگنا نامی همین اصلا هیچ هم ماسک نزده بودن تو هم چپیده ظرفی هم مثلا شیش داستا روزای معمولی هفت میکنه. نفر این میکنه بعد من دیگه مجبور پله برم انقدر سب سب... سب... یه روب مثلا سب کردم یه هفت نفر هفت نفر ما چند نفر آدم همه میرفتن من هم یک کردم اون روز ایمان صبح گفت اینطوری حواست باشه بعد اصر اینا من میخواستم برم پایین یه چیز اومده و از پست بگیرم بعد یه آقا خانوم مسن ایرانی تو آسانسور بودن وقتی من رفتم از طبق خودمون رفتم تو آسانسور اینا بودن بعد هیچ دوگمه ای هم نخورده بود که نه... کجا دارم میره اینا بعد فهمیدم که وقتی پایین اون حالا بازر یا هر هج... آیفون, آیفون. میزنی زنگی. زنگ میزنی. یه دو سه دقیقه وقت داری که خودت رو برسونی به آسانسور اون طبقه رو باز میشه بزنی اینا به خاطر همین مشکلی که گفته بود نتونسته بودن آسانسور اومده بود پر بوده رفته آه. بودن خلاص بعد من بهشون گفتم که نگران نباشید برید یه بار دیگه بزنید من کمک میکنم که یه طوری چیز بشه یه آسانسور اومد شانسی سه نفر توش بودن سه نفر بودن من هم اینا سنشون بالا میخوان برن و یه زنم گیج بودن دستمو گذاشتم به در گفتم اینا باید بیان تو و داستان اینا اینا اصلا از اینا نپرسیدم که آقا این سه نفر تو اینجا میخوان برین به اینا گفتم بیان برین تو بعد که رفت دیدم وای پنج نفر شد اینا تو سازو من خدا رو کور ببین گفتم اومد سواب کنه خیلی فکری کردم <applause> سه، این آره. باشید آره بعد یه چیز دیگه که میخواستم بگم برون دیروز رو دیدیم میتونم من یه سه جمله بگم نه بذار بگم زخمیام <applause> بفهم من, <applause> بفرم. من چا یک ماه بود ماشینم نشسته بودم واقعا شستی پنج شنبه شب شستم ماشینو حماقت نه چون که خداوند الان دیگه مثلا آیفون رو تو که آقا بذار توضیح میدم دیگه دلو زدم به دریا ماشین لجن شده بود گفتم اصلا نمیخوام چه کنم دوست دارم ماشین رو بشورم شستم و شب اومدم خونه اون جاهای ریزش رو پاک کردم و اینا عروسک صبح انگار که مثلا چی کار با این عبرا کردن <تصفح> 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 نه حالا خوب بارون اینجا اونقدر کسیف نمی اون گن زد به اون پلاتینیومی که من خریده بودم <تصفح> یه ماه بود نشسته بودم زیادیه <تصفح> <تصالح> وقت ماشین کارو نمیبینی مدل ماشین تغییر کرده من کلا سالی دو بار میشستن قدیم که این چیزا باز بودن دو بار میبردی سرویس اونجا برا من میشستن هم <تصالح> که بارون تمیز <تصالح> الان یه چند وقتی فرهاد اذیتم میکنه مجبورم <تصالح> بیشتر بشورم بعد یه چیز <تصالح> دیگه من بگم که دا دا لایو استریمر میخوام بگم هفته دیگه داریم قراره که منو کارون فیفا بزنیم من حالا اطلاعات رو میگم ولی یک شنبه هفته آینده ساعت ده صبح به وقت اینجا که میشه هشت و نیم فکر کنم به وقت ایران هشت و شب آره ما هنوز زمانه ما جوابه آره آره هشت و نیم شب خالصه آره باید اطلاعات بگیریم امروزم. آره فیفا بی سیک رو بگیریم بعدش هم با فرحات وارزون میخواییم بزنیم آره وارزون میخواییم بزنیم و فالگایز اوه. اوه. آره خلاصه بیایید خوش میگذره تو میخوای خاطره الانو بگی اتفاقی آره هنفته. من داشتم میومدم اینجا طبق معمول داشتم به موقع میرسیدم بعد اپیزود طولانی 17 دقیقه ساعت الان رفتیم آره بعد اه... چیز پلیس من گرفت یه ذره سرعتم زیاد بود و اینجوری تا اومد گرفت نشون داد که آقا شما مثلا داشی 90 تا میرفتی اینجا 50 تا بود 40 تا بالای چیز بعد اینجا 40 تا بالای سرعتو اه... با میارم. آره میبرم ماشینو بعد رکنی رق... چی من گرفت و رفت اون زد و اینا خب دفعه اول بود جریمه می شدم گفت مثلا چه انقدر چون دفعه اولی انقدر هم تخفیف میخوره میشه انقدر بعد نمیدونم تو فاصله سی روزم بدی مثلا میشه فرقی ایناش مهم نیست خیلی دیگه گرفتم و بعد اومدم رسیدم پارکینگ خونه ایمان اینا اومدم تیکیتو نگاه کردن خب امروز تاریخ چند ده, ده ده ده, 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 ده ساعت 11 و ده دقیقه 11 و یازده دقیقه, دقیقه. اینو همه اینا... اینا همه نشونه است اینا همه زبهن. نشونه بریم لوتاری بخریم الان داره اشتباه میشه زد تو سر من انقدر ما مسخره کردیم 11 یازده و 11 یازده دقیقه 10 10 2020 20 20 10 10 20 20 11 11 تو حتما دیدی 1 2 8 دهن ما سرویس شد اصلا دیدم یازده یا دقیقه خیلی ولی خود تنت سیخ شد چه آره ولی خود قبول داری که اشتباه کردی سرعت بالا من اصلا چه نمی‌دونم اونجا واقعا با 50 تا بری ببخشید همیشه دیگه گاز کش می‌رفتیم این نامردم چیز بود خیلی عین پلیس ایران دیگه قایم شده بود قایم یهو اونور اومد وسط تو گفت شل کنه و بیا این ور شل کنه و بیا این ولی من فکر کنم دو برابر سرعت مجاز که بری ماشین رو تو نه چل تا بالاتر تر میکنن دو برابر سرعت مجاز بری ماشین تو میتونن آکشن کنن میفروشن یه فراری اینجا چیز کردن دیگه یاد میاد رو پل مثل که داشتی شست تا میره دو برابر من فاصله نشانی ست تا میرفتن میشه دو برابر ماشین لیس باشه چی؟ نه میتونن یعنی اینو اکسس ها اگه آره ببینن اون چیزه، اون دا... بل... ولی یه دونه فراریو اینجا اکشن کردن یارو فروخ... آره یارو خیلی وضعش خراب بود ولی خب خلاصه با کائنات شوخی نکنید انرژیش میزنه تو سرت بعد اونجوری که زد تو سر ما اصلا شروع کنیم دیگه اوکی پس اتفاق دیشب رو نگیم میزنه برای اپیزود بله بفرمایید چی داری برامون اپیزود 251 خب آماده باشید این قسمت ادامه اون سلسله قسمت هایی که من میخوام بله به معنای زندگی گفتم برم ببینم مثلا توی نظر متفکران معاصر فلاسفه معاصر چی هست و اینا از قسمت قبل شروع کردیم این قسمت من ادامهش میدم حالا میگم دقیقا به چی قرار صحبت کنیم گفتیم که این مفهوم ها حالا معنای زندگی و اینا خیلی مفهوم قدیمی نیست که به فکر آدم ها رسیده که راجبش فکر کنن و حالا نظر بدن یه چیزی که شاید 50 سال پیش خیلی رسمی مطرح شده سی سال اخیره که خیلی به صورت جدی بهش پرداخته شده بعد قسمت قبل من یه مروری اول بکنم قبل راجب چی صحبت کردیم شاید یه مقدار گنگ شده بود حالا یه چیزی هم بگم یه کامنتی رو من خوندم توی یوتیوب نوشته بودن که <applause> گفته بودن که چیزی بودش که ذهن خودشون هم درگیر کرده بود و گفته بودن همیشه اپیزودهای قبلی که میرفتین آخر یه جنبندی داشت ولی این اپیزود هیچ جنبندی نداشت و از این موضوع ناراحت شده بودن خواستم بگم که من اگه جنبندی داشتم که خب اصلا اینجوری ذهن ذهنمو درگیر نمیکرد با یه اپیزود که هیچی ممکنه سالهای سال هم رو زندگی کنی و به هیچ, هیچ جنبندی نداشته باشیم از این اپیزودها از این مفهوم از این سوال در واقع بعد این چیزی که ذهن خود رو درگیر کرده منم دارم راجبش میخونم و حالا چیزی که خوندم و با برداشت خودم و یه چیزی هم شاید بهش اضافه بشه بیشتر کم میشه احتمالا ولی اونو ارائه میدیم دیگه برداشتش با خودمونه وگرنه من هیچ جنبندی ندارم اصلا سوالی نیستش که جواب مطلقی براش وجود داشته باشه و هر آدمی ممکنه یه جواب خاصی رو براش داشته باشه ولی خلاصه ما اصلا این اپیزودمون جنبندی نداره یه, یه مفاهیمی که با هم بهش فکر میکنیم دیگه اوپن اندد آره oh. آره حالا قسمت قبل گفتیم که این مف... در واقع سوال معنای زندگی رو از سه دیدگاه بهش نگاه شده دیدگاه سوپر که میشه ماورا طبیعی گرایی مثلا نشرالیزمه که طبیعت گرایی میشه و نهلیزم یا نایهلیزم جفتش تلفظ میشه هیچ انگاری mm. یا حالا پوچ انگاری از این سه دیدگاه به قضیه نگاه میشه بعد اول خود معنا رو هم میگن که یه ارزش نهایی مثبت که زندگی یه انسان میتونه داشته باشه یک ارزش نهایی مثبت خب بعد گفتیم که حالا توی نگاه سوپرنچرالیزم میگن که معنا در زندگی توسط رابطه با دنیای معنویت تعریف میشه که این دنیای معنویت میتونه دو حالت روح و خدا رو داشته باشه و میگه که زندگی خالی از معنا میشه اگه روح یا خدا وجود نداشته باشه یا اگه وجود داشته باشه ولی شما رابطه درستی با این دوتا مفهوم نداشته باشید طب. طبیعتگراها ها از اونور میگن که معنا تو زندگی فقط به وسیله علم میتونه به دست بیاد خب من این سوال بپرسم فقط ببخشید ایرپلین مود گذاشته دیگه یا زنی نه میگن که معنا تو زندگی فقط به وسیله علم به وجود میاد اونا میگن باید توسط رابطه خاصی که شما با خدا یا روح دارید به وجود میاد بعد حالا هنوز به وارد طبیعت کرده نشدیم هفته پیش ما راجع به ماور و طبیعگر صحبت کردیم و زندگی خدا محور God centered در واقع میگن که معنا باید از طریق خدا بیاد و خدا رو به عنوان موجودیتی معنوی که همه چیز رو میدونه تماما خوبیه قدرتمنده و به وجود آورنده دنیای فیزیکی ماه تعریف میکنن درست بعد گفتیم که چند تا حالا دیدگاه دارن این کسایی که در واقع نظری خدا محور دارن یکیش اینه که دنبال کردن هدف قایی که خدا تعیین کرده برای انسان به زندگی معنا میده خب توی فلسفه اینجوری همیشه یه دیدگاه مطرح میشه میگن تز مثلا یه آنتی تز میاد جلوش یه نظر مخالف جلوش مطرح میشه مخالف این میگن که اگه انسان فقط قرار باشه بره اون کاری رو که مثلا خدا براش تعیین کرده رو انجام بده و اون به زندگیش معنا بده میگه همونجا ارزش زندگی انسان تنزل ارزش انسان تنزل داده شده اه. چون باید بری دنبال هدفی که خودش اصلا توش دخیل نبوده یه جا دیگه براش تعیین کردن خب و میگه حالا که ارزش انسان تنزل داده شده احتمال این که از انجام دادن اون کار رفتن دنبال کاری که خدا براش تعیین کرده اون ارزش اون هدف قاییه احتمال اینکه از انجام دادن اون معنا بگیره داره کم میشه اه. چون که همینجوری ارزشش کم شده پس معنای خاصی هم توی انجام دادن کاری کار معنای خاصی توی انجام دادن یه کاری توسط موجودی که ارزشش کم شده نمیتونه وجود داشته باشه اه. خب پس این شد دیدگاه مخالف این که میگن معنا از انجام دادن کاری که در واقع هدف قایی که خدا برای انسان تعیین کرده میتونه به وجود بیاد بعد یه بحث دیگه مطرح میشه میگن یه وضعیت متناهی مثل زندگی ما انسان برای اینکه معنا و مفهوم داشته باشه نیاز داره به یه مفهوم نامتناهی متصل باشه <applause> خب. که در مقابل اون مثلا مثال میزنن زندگی انیشتین زندگی حالا همین استاد شجریان که چند روز پیش فوت شدن اینا زندگی متناهی داشتن به مفهوم نامتناهی متصل نبودن ولی همچنان ما میتونیم بگیم زندگی معناداری داشتن یاد و خاطرهشون همیشه توی ذهن ما هست <applause> یه نظری دیگه مطرح میشه که میگن آدمای بعد توی این دنیا جایگاه خوبی دارن خیلی هاشون و آدمای خوب خیلی هاشون جایگاه بدی دارن و این عدالت نیست واسه اینکه عدالت باشه باید یه خدایی باشه که حالا عدالت رو یه جایی تقسیم کنه نظر مخالفی که مطرح میشه میگن یه سیستم کارما محوری که پاداش و مجازات رو درست توضیح کنه هم میتونه اون کار رو انجام بده مهم. پس باز به وجود خدا نیاز نیست بعد میگن که اگه خدا قرار معنا بده به زندگی ما نباید اصلا شبیه ما باشه که اگه باشه ما معنا رو میتونیم از زندگی خودمون بگیریم باید یه سری صفات و ویژگیهایی داشته باشه که کاملا با صفات و ویژگی هایی که ما داریم متفاوته <applause> با این فرض آیا اصلا انسان ممکنه بره دنبال کارهایی که این موجودی که از همه نظر از ما برتره و صفات و ویژگی هایی داره که ما نداریم میتونه انسان بره دنبال اون کارا میتونه بره اون اهداف قایی رو دنبال کنه میتونه بره دنبال اون ارزش ها میتونه خودش رو شبیه اون کنه اون موجود این خلاصه قسمت قبلی بود یا جون داشت نفس <applause> دا کنم واقعا جای روحانی اینجا الان کمه که بتونه جوابای سوالاتو بهت بده <applause> حالا از هر ادیانی ها مهم نیست به هر حال راهنمایی که بودیم یادت یه روحانی رو برام آورده بودن <applause> توی نمازخونه چه نمازخونه کسافتی هم داشتیم <applause> <applause> بعد این داشت برای ما صحبت میکنه آقا رفته بود بالای منبر شما میدونید همین ناخونی که دارید چقدر به زندگی شما کمک میکنه اگر این ناخون در انگوش میگفت میگفت نمیتونی دکمتون رو ببندین و اینا داش میگفت این ناخون اگه نداشی میدونید چقدر درد داشی چیزی رو نمیتونستی بلند کنی آقا کل زمانی که این بحث رو من دستم کرده بودم بالا م. که اگر بابا لام اگه این ناخون نبود یه چیز دیگه توی تکامل به وجود می اومد که جای اینو میگرفت و شما نیازی نداشتی به این قضیه لام اصلا نداشتی به حرفان بزنم میدونسته خودش میدونسته منم جای اون بودم نمیذاشتم تو حرف بزنی <applause> هم که داری حرف بزنی اضافه تو نمازخونه میخواستی از تکامل بگی آره میگفت میدونی اگه خدا این ناخونه برای شما نذاشته بود چقدر درد داشت و مرد و یه چیز دیگه به وجود می دیگه یعنی چه حرف تو صفر آره دیگه خیلی واضح بود آره حالا خلاص رومانی می حالا اصلا الان جوابتو بد میداد آره <تص> حالا این قسمت وارد دیدگاه روح محور سول سنترد میشیم قسمت قبلی god سنترد آره. این دیدگاه چی میگه؟ میگه معنای زندگی از داشتن یه رابطه خاص با موجودیتی جاویدان جاودان ایمورتال محور. یعنی این موجودیت نباید از بین بره و معنوی spiritual که این موجودیت همراه بدن هست تا وقتی ما زنده ایم ولی وقتی که ما میمیریم یعنی جسم فیزیکیمون از بین میره میره خاک میشه و یه گلی روش میکنه و یه زیبا روی اون گل رو میچینه اه. از اونجا به بعد اون موجودیت نامی را اون موجودیت جاودان تا ابد به زندگیش ادامه میده به اون میگن روح خب و میگن اگه این روحه نباشه یا رابطه تو رابطه تو با این روح خوب نباشه شما زندگیت بی میشه خب این میشه چیز کلیش بحثی که مطرح میشه اینه که چرا اصلا نیاز هست این موجودیت جاودان باشه یعنی از بین نره این بحث اولی که روح محورها مطرح میکنن میگن این یه روحی باید باشه که معنویت یعنی از عالم معناه و این نمیمیره ایمورتاله میگن سوال مطرح چرا باید ایمورتال باشه خب چه دلیل خاصی داره با یه موجودیت میرا کار ما در نمیاد حتما باید اون نامیرا باشه میرا یعنی چیزی که میره آره نامیرا قشنگ خب آره اینا رو توی شما چون دبیرستان ولی سیگنال میرا نامیرا میرا داشتیم بفرمایید <applause> دو تا دیدگاه مشهور دارن روح محورها اولیش اینه که میگه واسه اینکه زندگی معنا داشته باشه یه چیزی باید ارزش انجام دادن داشته باشه ام. و هیچ چیزی ارزش انجام دادن نداره مگه اینکه یه تغییر دائمی توی دنیا ایجاد کنه و... که برای رسیدن به اون یه موجودیت جاودانه معنوی نیازه خب یه من بگم بله. میگن که واسه اینکه زندگی معنا داشته باشه شما باید یه کاری انجام بدی که ارزش داشته باشه تو اینجاش قبول <تصفح> و میگن واسه اینکه چیزی ارزش داشته باشه اه... باید یه تغییر دائمی توی دنیا ایجاد کنه از آقای دنبیل زیریان یه تغییر دائمی توی دنیا ایجاد کنه او. و خب برای ایجاد کردن اون تغییر دائمی میگن که حالا باید یه موجودیت جاودانم باشه چرا من این قسمت آخرش چرا باید باشه آره همینه دیگه رو میگی آها نظرت مخالفشه چلوش بحث میشه بعد دو تا بحث اینجا مطرح میشه اول اینکه چرا تاثیر دائمی گذاشتن برای معنادار بودن زندگی لازمه بله خب یه روزی یه نفر گشنه یا سیر بکنی آره دیگه چرا باید اصلا تاثیر دائمی فقط معنادار باشه دوم این که میگه که لزوما نیازی نیست جاودان باشی تا تاثیر دائمی داشته باشی خب خیلی رندانه مطرح میکنم میگن که اینکه اصلا خدا بیاد یه موجودیت فانی رو تا ابد به یادش داشته باشه هم تاثیر جاودانه شما داشتید ولی خودتون جاودانه نبودید خب یعنی تو یاد یه مفهوم جاودانه شما باشید انگار هستی دیگه تا ابد هستی پس این دو تا سال مطرح میشه چرا اصلا باید دائمی باشه و اصلا برای این دائمی بودنه هم لزوما تو نیازی نداری خودت دائمی باشی میتونی خودت هم غیر دائمی باشی دیدگاه دوم دیدگاه دوم دوباره شبیه همون دیدگاه خدا میگن آدمای بد توی دنیا تو جای خوبن آدمای خوب توی جای بدن پس باید یه زندگی دائمی بعدش باشه که عدالت برقرار بشه وگرنه یعنی زندگی بی معنی میشه خب <applause> بعد اینجا دوباره قشنگ مطرح میکنم میگن حتی با فرض اینکه زندگی بعد از این دنیا نیاز باشه یعنی اصلا ما اینو اثبات نشده بگیریم قبوله همچنان تو نمیتونی ثابت کنی که چرا باید دائمی باشه تا عدالت ایجاد شه چرا مثلا یه سال زندگی بعد مرگ باشه اون نمیشه عدالت رو اونجا ما برقرار کنیم بعد دیگه قولشو بدن که بچسبه دیگه میگه برو آره یه سال هیچ کاری نمیکنم تلاش زیادی کردن که این دوتا دیدگاه این که تأثیر دائمی توی دنیا داشتن برای معنا بودن نیازه و دو اینکه زندگی دائمی پس از مرگ نیازه خب این دو تا دیدگاه روح فراز میگه تحصیل تلاش زیادی شده که این دو تا دیدگاه رو قوی ترش کنن یعنی مستدلتر و محکم ترش بکنن با. یه مثال میزنیم میگن که فرض کنید یه انسان با فضیلتی بوده تو بخوای به این انسان با فضیلت پاداش بدی نیازه که اون انسان با فضیلت رو نمیتونی پاداشش این باشه مثلا ما به تو یه جی پیو خوب میدیم که خوب به قرآن قسم <applause> اگر بدید که اینجا ملق میزنم یعنی شما با فضیلت نیستی چرا؟ آره. تو خوبی <applause> آقا من قانه این فضیلت نیست این قناعته من آنها قانه هم تکراری میشه برات اون جی پی او ده سال دیگه تکراری نه دیگه هی شو دیگه میگه که شما برای اینکه پاداش بتونی بدی به یه انسان با فضیلت نیازه که به صورت نامتناهی بتونی اون رو شکوفاتر کنی نه اینکه مثلا برای جی پی بگیری اون انسان با فضیلت توی اون مسیری که اون فضیلت رو به دست آورده این نیازه که هی به صورت نامتناهی بهتر و بهتر بشه وگرنه شما پاداش با ارزشی به ایشون ندادید ندادی. خدا وکیل اون رشد کنم <تصفح> اون هم هست یه انسانی که مثلا اون متضاد فضیلت خیلی آدم داغونیه شما یه ذره دو ذره نباید اینو مجازات کنی با همین استدلال شما بعد به صورت نامتناهی بتونین اینو مجازات یعنی سیخ. مجازات اونا آره اونا فیزیکیه دیگه باید روحانی بتونی مجازاتش کنی خب روی این حساب میگن که پس باید نامتناهی وجود داشته باشه خب بعد حالا باز دوباره جلوی این خیلی قشنگ مطرح میشه میگه که حتی اصلا فرض کنیم که این نامتناهی هم وجود داشته باشه چرا به روح نیازه خب میگن که طبق تعریف اگه یه موجودیت یه موجودیتی روح داشته باشه جاودانه است تعریف روحه جاودانه قرار باشه ولی آیا هر جاودانگی حتما روح داره جایم. اینجا ما یه گریزی میزنیم به یکی از سریال هایی که دیدیم آلترد کاربن اگه کسی دیده باشه که هیچ ندیدید اصلا... اینا که میمیرن فکرشون رو میریزن روی یه فلش بعدا اینو میزنن توی یه جسم دیگه آه. آه. خب همون انسانه همون فکر جسمش داره عوض میشه درست خب پس اینجا ما نشون دادیم یه جاودانگی رو میتونیم به وجود بیاریم که این جاودانگی روح نداره. ام. یه سلسله جسمیه که میره از بین میره. درسته. پس ما دوباره جلوی اونم یه کانتر argument یا استدلال مقابل آوردی. داره داره. داره. اه، یه ما یه جاودانگی بدون روح ایجاد کردیم بعد میگن که کامل ترین توضیحی که میتونه وجود داشته باشه برای این سوپر نترالیستا یه مدل پیچیده خدا و روحه اینکه روح توی یه دنیای معنوی با اون خدا یکی بشه این تنها راه معناه که خب اکثریت ادیانی هم که ما باهاش آشنایی داریم هم یه صحبت مشابه میکنن که شما بعد از مرگتون روحتون میره توی عالم معنا و حالا با اون معنویت نهایی یکی میشه یه همچین مفهومیه و حالا این ور ها میگن که وجود روح یا جاودان بودنش نیازی نیست همین که کسی مثلا صرفا کار فاخری انجام داده باشه استیو جابز باشه نمیدونم ناصر حجازی باشه شجریان باشه این کافیه این فاخر بودن این به زندگیشون معنا داده هرچند که خودشون از بین رفته باشن توی ذهن ها هستن ممکنه تا ابد باشن و به این شکل میگه مرده آن است که نامش به نکویی نبرند زندن اینا آره آره بله بعد منتقدین شاید. پارو فراتر میذارن میگن که جا اینجاش خیلی باحال اینو من خیلی خودم دوست دارم بگید بگید میگن که خیلی نمونده یه ذره نه نه داریم داره تمام میشه <تصفح> ببین اصلا حالا من یه توضیح بدم اول که خیلی ها گفته بودن چرا هی من میگم بله یا درسته توی اپیزودهای کارون به خاطر که موقعی که یکی داره یه اپیزودی میگه حالا ما به مرور اینو فهمیدیم اون کانفرمیشنی که از اون طرف مقابل میگیره یا اون حالا صحبت یا سرش رو تکون میده کمک میکنه به اون طرف که بتونه حالا این صحبت رو ادامه بده برای همین این اتفاق میفته یعنی بعضی اذیت میشن هی من میگم بله یا درسته و بعدم این که الان سکوت ما ما داریم سعی میکنیم هضمش بکنیم فهمت. یعنی اینطوری نیست که در زجریم واقعا فرخواستم در جریان باشید داریم لذت میبریم Uh, یک بعد دیگه به دیدگاه همون داره اضافه میشه <applause> <او واو>. <تصفيق> <تصفيق> این این مورد من خودم خیلی به شخص دوست دارم میگن منتقدین پا رو فراتر میذارن میگن که اصلا جاودان بودن فرض کنیم اصلا جاودان هم باشه نه تنها معنا نمیده بلکه جلوی معنا رو هم میگیره اینو من خیلی درکش میکنم میگن حالا زندگی جاودان چه فیزیکی چه روحانی خسته کننده و حوصله سربر میشه بل. و در نتیجه زندگی رو ابس میکنه خب باید بیای و بری دیگه ته نداره خب یه اصلا نداره مثلا اگه چه میدونم ایلان ماسک باشی اون یه آزادی خاطری بهت نمیده که راحت‌تر. کارو تا انجام بدی اول که ما نمیدونیم اون تو زندگی شخصی چه جوری نه نه مثلا آه. من دارم پرسپکتیوی که من بیرون میبینم و دارم میگم مثلا خب همین یعنی نمیدونیم ما دارم. اون تو باشی ممکنه یکی تو رو از بیرون ببینه میگه بابا کاش من جای زندگی این بودم این خیلی زندگی خوبی داره هم. نه نه من نمیگم زندگی خوبی, خوبی داره. داره من میگم که این زندگیش مفیده برای ممکنه بگن زندگی تو مفیده ولی توی که تو خود اون زندگی ممکنه اینو نگی باشه حالا این ولی فکر کنم منظور ایمان اینه که اگه اون بفهم بعد... منظور من اینه اگه مثلا ایلان ماس فهم زندگی نامتناهی آره. داره آره اینفینیتی داره اونقدر به این پروداکتیویتی پروداکتیو بودن نباشه اونقدر این همه تلاش نکنه آره. مثلا تو حرفاش همیشه میگه دیگه میگه من همیشه بعدم میاد که 24 ساعت هر روز ز... عمرم پا... عمرم به یه روز قرار به پایان همین خب خودی خود شما دارید میگید بی‌معنا میشه دیگه اگه نامتناهی باشه آره منم حرف تو رو دارم تو من ولی ایمان نه نه حرف رو نمیزنم ایمان داشت یه چیزی گفت من وسطش زدم که من وسطش زدم که نه گفتم آره شاید نمیدونم اینو من حالا من اینو از اونور می‌بینم. میبینم اما مثلا کسایی که یه ثروت خیلی زیادی دارن دیدید بعضیاشون توی اینکه که خب دیگه بی‌حوصله میشن دیگه تلاش آنچنانی نمیکنن احتمالا برای زمانم هم دیگه میتونه هر چیزی که زیادیش باشه و بدون که تمام نمیشه شاید میتونه اثر منفی داشته باشه آره همینه این دا... تو هم دوباره شو که آره. نه نه میگم من میگم حرفی که تو میزنی میتونه این باشه یعنی آره. من دارم وقتی زمانو میگم که نشاید اگه زمان زیاد داشته باشی با آرامش خاطری ولی از اونور مثلا دیدم کسایی که زمان نامتنایی ندیدم که سیتاوال تو زندگیش داشته باشه ولی از اون مثلا ثروتو دیدم که خیلی هم مثلا زیاد دارن و از اون اونور کم انگیزه شدن دارم میگم از آره. اونورشو من دیدم داستان اینه زمانت نامتنایی باشه یه سری مفاهیم ارزش خودشونو از دست میدن چون اکثریت مفاهیمی که ما داریم با زمان ارزش پیدا میکنه این آره. زمانه اگه تعریفشون تعریف خطی که تو ذهن ما نباشه ارزش از بین میره که بچه که سریال دار دیدن الان میفهمن آره اونجا میفهمن چون این مفاهیم رو ما ارزش گذاری کردیم بر مبنای زمان تو زمان محدود داری نه تا این سن وقت داری این کارا رو بکنی بعدش این کارا رو بکنی اینا خیلی از ریاضی و فیزیک هم بر اساس حالا زمانه یعنی خیلی چیزا اگه که زمان واقعا نامتنایی بود آره عوض میشد آره دا حالا دقل... ببینید آره. تو ذهن ما حداقل همه با این معن... با زمان آره. معناش حالا این منتقدین میگن که این جاودان بودنه نه تنها معنا نمیده که جلوی معنا رو هم میگیره چون خسته کننده حوصله سربر میشه زندگی رو عوض میکنه خب بعد این وسط اونور روح محور رندانه تر جواب میدم به من جواب جالبه میگن که کی گفته حوصله سر رفتن لزوما به معنی بی معنا شدنه پس کن شما داوطلب میشی که حوصله سر بره که حوصله بقیه سر نره تا اونجا معنا به زندگیت اضافه کردی <تصفح> <تصفح> یعنی بقیه از حوصله سر رفتن تو حوصلهشون سر نمیره تو فرض کن یه کاری انجام میدی که تو حوصلت سر میره ولی بقیه میان اون کار رو مطالعه میکنن یا تو رو نگاه میکنن حوصلهشون سر نمیره تو با حوصله سر رفتن باعث شدی چند نفر دیگه حصلهشون سر نمیره پس صرف حس... سر رفتن حوصله به معنی بی معنا شدن زندگی نیست میشه حوصله سر بره و زندگی هم معنا داشته باشه خیلی این دسته کاملا منطقیه و اینا از لحاظ منطق کاملا درسته یعنی آرگومنت های کاملا صحیحیه مم. که اینا در مقابل هم مطرح میشه جالبه اه. بعد آها دوباره میگن که میگن که اینایی که جاودان هستن صحبتش رو الان کردیم یه سری فضیلت ها رو به واسطه اینکه مرگ و زندگی اهمیت داشته کسب کردن اگه مرگ و زندگی اهمیت نداشته باشه این فضیلت ها از بین میره فرض کن مثلا شجاعت شهامت مهم. خب اون کسی که فداکاری کرده که چه حالا توی حالت گذشته اش نمیدونم فرض کنید رفته یه جنگی از یه کشوری دفاع کرده از مردمش دفاع کرده چه الان کسایی که ممکنه داوطلب بشن برن این واکسن این مریضی رو رو خودشون بزنن باشایم. آره خب اینا هم آدم های با شهامتی خب این شهامت این ارزش این فضیلت به واسطه معنای زندگی و مرگ به وجود اومده تو اگه بدونی مرگی وجود نداره که خب اون شهامت هم بی‌معنی تو برو واکسن نه نه ولی چیزی رو فرق بزن. میکنه. تو آخه تو مگه نمیگی بر اساس زمان تو میگی که آدم طرف مثلا پیر میشه و فوت میکنه خب ولی یکی رفته احتمال به نظر من ازش بیشتر میشه یارو میره جنگ دیگه تو جنگ تیر میخوره میمیری دیگه زمانه وجود نداره تو اتفاقا با اینکه میدونی اگر که نری میتونی تا تو ابد زنده بمونی الان میرید میذارید طبقه اخلاص نه این بحث اینه که نمیمیری تو جنگم بری نمیمیری میگن اون موقع دیگه این فضیلت شهامت و جرأت از بین رفته دیگه بی معنی جنگ نمیشه اگه نمیری نه <تص في> <تص> فقط تیر مثاله به صورت دام. کلی میگه که ما خیلی از این ارزش ها رو چون داریم میمیریم داریم بررسیش میکنیم بهش ارزش میدیم تو اگه هیچ وقت نمیری این ارزش میره خب در جوابش میاد میگن که ممکن حالا این فضایل نشه شهامت و جرات یه سری فضایل دیگه میشه توی زندگی نامتناهی بحث دیگه فرضی است همین این امروز راجع به ها و روح محور صحبت کردم که خلاصش اینه به یه موجودیت نامیرای معنوی نیازه که اه اه این نامیرای دیگه تا ابد وجود داره نامتناهیه و این موجودیت نامیرای معنوی میتونه به زندگی شما معنا بده به من معنی بده هم شو؟ عجب شو من بذار قبلی هم رفتم یه بار دیگه گوش دادم بازم زیاد خوب یکی از اپیزاد همونو گوش گوشش. گوش میدم من وسطش رفتم یک نیاز بود که برم بله <applause> نیاز نبود که توضیح بدی که رفتی ولی خب اوکی میخونی برای اون سه تا چیز سیروز آوردی چیزی دو ایده تو فلوریدا تو فلوریدا <applause> این هفته خبر فلوریدایی یا استرالیایی نداریم ایرلا میداشو ایمان دوباره بیاد اسمشو بگی برام هفته ای که گذشت دوباره تست این مرضو دادم من دفعه دوم بود و خیلی این سری درد داشت به خاطر اینکه آردین آردی مریض بودم و دماغم گرفته بود دیگه از دماغ فرو نکردن نه اول پرسید از کدوم سوراخ بزنی فرزاد گفتن از کدوم رو بزنه گفتم گفتم از چپ بعد زد و این رو گفتم ای ولی داره تمام گفتی چپ شما یه چپ من چپ پیشه نمیشه و گفت که گفتم ای ولیه داره تو ذهن خودم گفتم داره تموم میشه بعد یهو در ورد گفت نه این نمیشه این رفت سر اون خودش سر, سر گفت این سوراخا نمیشه من با برام درد داشت یعنی بچه منتظرن که بحث سنگین تموم شد خودشون خود اصلشون نشون بدن هفته پیش که نتو زمین خود که هست ایمان هم اشاره کرد که حالا ما جمع میشیم حرف رو زنیم اینا که آقا بیایم همه باشیم اینا بعدی های اون اتفاق افتاد یاده خاطر افتادم که یاده خاطر افتادم که یه بار سر کار و خیلی ماها پرنامه ریزی کردم که دو نفر خیلی مثلا رد بالا بیارم یه ایده ای داشتم که مثلا یه طرح نوعی در آره بیارم این دو نفر رو و اون طرح هم بگم و خب یکیشون خیلی برشی داره توی اون فیلد کاری ما و اون یکی هم اون یکی هم از لحاظ تکنیکی میتونست چیز خلاص بعد من اینطوری بود که انقدر اونا لولشون بالا بود دو تا اسیست دو لول اسیستنت داشتن تا من بتونم این میتینگ رو اصلا بذارم خیلی بعد آقا ما مریض شدیم یه <تصفح> مریضی بحقا. بسیار بعد این کی بود هفته اه... گذشته این همین مریض نه نه نه, 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 نه. یادم خاطر چون پادکستو میس کردم یادم افتادم بعد مریضی بعد و حالا شاید یه قسمتش استرس همون میتینگ هم بود که من گذاشته بودم بعد کنسل شد نتونستم برم میتینگ گذاشتی میتینگ گذاشتم اینا با مریضی و دیگه هم دیگه دیگر میتینگ نشد یعنی شاید تو الان شاید الان من خیلی موفق میلیونر بودم میلیونر خیلی بده این هفته کی گذشت خب خبر فوت استاد شجریان داشتیم که کارون هم گفت و خیلی روز عجیبی بود مثلا دیگه من دقیقا هم تا شبش من نه حوصله داشتم نه خیلی بد بود دیگه فکر شما هم بودین تا حدودی خیلی من از یه چیزی خوش آمد از اینکه ملت عکس آقای استاد چاجریان مثلا توی تلگرامشون نذاشتن و توی اینستاگرام ها کمتر دیده شد سیاه نشد و این خیلی شیک برگزار شد این همه پست و استوری بود نه اینی که نه 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 عکس پروفایل, خودشون عوض کنه فلان و اینا ام... خیلی ناراحت کننده بود دیگه هممون یه جور خاصی بودیم من که شخصا کلا با مرگ و این جور چیزا اصلا نتونستم تا الان کنار بیام حالا مهم نیست که آشنا یا غیر آشنا و خب اکثرش خاطراته بود دیگه مثلا کلی آهنگ با آهنگ های ایشون نمیدونم واقعا اسمش آهنگ یا نه ولی با آهنگ های ایشون آره خاطرات خوب بچگی داشتیم که من داشتم توی توییتر نوشتم جالب بود ذهن آماده بود دیگه خیلی خیلی. چون چند وقتی بودن که ولی... زی... سخت داشتن ولی اسم ناراحت کنندش اینه که استفاده نشد اونطور که باید از این آدم دیگه ده سالی بود که استفاده نشد خیلی بیشتر خیلی بیشتر. بیشتر, میتونستن بها بدن اشون احتمالا خیلی در واقع بیشتری رو میتونست تربیت بکنه اگه بهشون بها و امکانات داده میشد اون چیزش با بی بی سی رو ندارم دیدید یا نه داشت مثلا میگفت اوایل انقلاب رفتن اون موقع اون رو خوندن با. و بعد جوری مثلا خارج شدن از صدا ما خب میتونستن این یه بخش خیلی خوبی از صدا سیما رو بهشون اختصاص بدن یه عالم یابی بشه یه عالم جریان جدید ایجاد بشه ولی خب نشد دیگه متاسفانه ما, ما هم که مرد پرستیم دیگه دیگه اینجا صدا سیما ح... توی... همه شروع کرد همه اکس ها رو گذاشتن و صحبت اه. کردن و بردن توی چیز نمیدونم چقدر ساعت داره ولی توی توییتر توی خوندم که روز فوتیشون گوش گشتن روز ملی موسیقی نمی‌دونم. یه هم چیزی ولی خب, خب حالا که چی آخر حالا توی اخبار و فیلم هر که میشنویدیم از این چند روز یه, یه چیز برای من جالب و یه لاین گفت همایون شجریان خیلی جالب بود یه ذرم رفت داره به تاپیک کارون گفت که آدمای بزرگ روی این کره ز... خاکی میان و یه پیامی دارن خوشا به حال کسانی که پیام پدرم را گرفتن خیلی عمیق اتحان یکی هم پشت چرا تهران نه <تصفح> 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 اون ویدیو که خیلی عجیب بود دیگه. خیلی من هرس خوردم سر اون ویدیو تو دیدی دیگه ویدیو رو <تصفح> خیلی من هرس خوردم سر اون ویدیو مثل اون قبلی است یه نفر یه رفت دیگه من اینجا هرس خوردم کار میگفت چون قصد شدی یاد میاد همه ایشون به بیمارستان منتقل شده بودن بعد یارو میگه نه باید به ما بگی چی شده آره تو چه خیلی رو اعصاب بودن خیلی و خب یکی هم جالب نشون گفتیش که خب حالا اتفاق افتاده ولی توی شرایط این بیماری که وجود داره الان تو دنیا شاید درست نباشه مثلا برین جلوی در بیمارستان با اصلا تجمع هیچ کی هم ماسک نداشت من نمیدونم خود آقای همایون شجریان حالا اون میگی داره صحبت میکنه اونم تو باید ماسک میزنه آره ولی <تصفح> به قول فرهاد خیلی خوب خودش رو کنترل یعنی من اگر من بودم ویدیو من بارها فوش دادم فوش فرشت جوری من همه رو میکشیدم سینه فوش فکر کن پدرت فوت کرده پدر مثلا آدم خفن تو دنیا بعد این مگافونه که داری باش کار میکنی مثلا بوغ میزنه اون یه نفر داری میگه آقا چرا تهران نه یه نفر چندی نه اصرار هم... اصرار آقا اصلا پدر شما نیست یارو میگفت فقط پدر شماست نه آقا پدر شما <تصح> <تصح> خدایا ولی دم یعنی من خیلی از همه جریان شجریان از اخلاقش خیلی خوش آمده یعنی خیلی به نظر من آدم اه... به قول خارجی ها میگن کام ان کالکتد تو کنسرتش رفتی تا من یه دونه کنسرت تو ونکوور رفتم فکر میکنم آره تو ونکوور تش خیلی جالب بود بعد از کنسرت ما رفتیم سپر خوب میشناخت چند نفر رو رفتیم و یک هم من با ایشون گرفتم ولی هیچ وقت اکثر رو نیدم و خوشحالم که اکثر رو نیدم چون تو ذهنم خیلی قشنگتره اون اتفاقی که افتاد آه. از آه. ولی آره خیلی کنسرت با هالیوود. بود یعنی من خیلی دوست داشتم و اولین نه دروغ چرا دومین کنسرت سنتی زندگی من بود اولیشو برای چیز رفته بودم همای برای پرواز همای, پروازه همای. آره جالب بود ولی حالا ادامه حرفی که گفتی با رفتار همون حالی کردی تو این داستان من خودم کنسرتی که رفتم جوری که حالا اجرا و تکنیک حالا موزیک و اینا جدا جوری که تعاملی که داشت با ما ها که اونجا بودیم اصلا فرق داشت با همه کنسرت هایی که رفته بودم با کلاس بودی یا مثلاً اصلا یه لول بالا بهتر با مثلا حرف و اینا زیاد نبود که مثلا هست حالا نمیخوایم کسی رو جوک میگن ده آره نزیادن. مثلا حالا اونم اونم خوبه ولی اصلا این یه لولی رو به تو نشون میده تو یه تم دیگه ای داشت خیلی من حال کردم یه اینا خفنن دیگه خیلی نه خیلی با کلاس من خوشم اومد بله دیگه چی اه... بریم دوباره خبر آره آن این هفته الان اه... کجا بودیم تو خبر رو بیدیم دیگه بگو این هفته مناظره معاونای رئیس جمهور بود <تصحابان> وایس پریزیدنت ها شما دیدین یا من دیدم, دیدم،, من دیدم. من دیدم. خیلی باحال بود من خودم نیدم ولی چند تا اکس و کلیپ دیدم که رو سر مایک بینس یه دونه مگس نشسته بود به مدت دو, دو دقیقه مدت اصلاح... دو دقیقه برای پرواز نداشت یه فکر کنم گیر افتاده بود اون توی. موهاش جل زده بود فکر کنم اون موند اون تو و کاری که کمپین جو بایدن کرد این بود که همین رو دست گرفت وقتی دیگه تو سوشال مدیا خیلی سر و صدا کرد همین رو دست گرفت و شروع کرد مثلا تیشرت های در مورد مگس و مگس کش و اینا و, مجس کلی مگس کش فروختن به قیمت ده دلار مثلا خیلی <applause> من عاشق اون اکانت توییتر مگسم آره, سرم سرم. آره از این سیاه دار. آره. گفتش که من همون مگسه هم که رو سر مایک پینس نشم من رو تلویزیم من... بعد کامنت زیرش خیلی خوب نوشته بود چه حسی داری تنها دوست بلک سیاه آقای پنس هستی آره من پنس حالا اگر خیلی معروفه که از این سفید پوست خیلی نجات پرستور حالا میگن مم. محافظه تندرو. کاره بعد خیلی مذهبیه گفته میشه که به جز خانومش با هیچ خانوم دیگه ای تنها شام نخورده اگه خانومش نبوده باشه شام یا شام خود کسی؟ شام شام چجوریه راجبه غذا خوردن نه نه شام ما. بابا اون, اون به من چه نه شام بعد حالا از اونا أشبت بگیرم اون چاییه توی نه. توی مذاکرات مذاکرات توی مناظره چیزی که خیلی اذیت کننده بود برای من اون بخش بعد وقتی بود که اینا داشتن راجبه سخت جنین و اینا صحبت میکنن که این با افتخار داشت میگه ما پرو لایف هستیم و اه. پرو لایف اینا یعنی که مخالف سخت جنینن که بعد باعت... از اونورم اون کامالا هاریس میگفتش که بود زندگی یه آدم دیگه است به خودشون انتخاب کنه من واقعا نمیفهمم کسی که توی اون ساعت حالا فرض اینه که باید انسان با سوادی باشه که دیگه وقتی که وایس پرزیدنت یا حالا اون همه مدتا هم فرماندار و اینا بودی باید با سوادی باشی باید دنیا دیده باشی باید روشن فکر باشی تا حدی توی حد این مسائل خیلی با افتخارم میگفتش که نه ما باید مثلا کی وایس پریزیدنت رو اون پریزیدنت تو به چسب من بعض جا دلم واسه پنز پنس میسوخت چون که این باید از از ترامپ دفاع میکرد و طرف نه خودش هم ترامپه با اون فرق داره نه ولی آخه چیز خانم هریس خیلی خوب و خیلی واضح بایدن رو مثلا ستایش میکرد ازش خوب میگفت اینا ولی اون دستش خالی بود یعنی اون... ببین لبخندی که این خانم هر خیلی 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 قدر 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 هرس خورد یعنی خورم. بدت می من؟ نه. اصلا انگار داشت به من لبخند یعنی داشت منو اذیت می یعنی منو تمسخر میکرد اون لبخندی که ت... سرشو تکون میداد میگفت من دارم صحبت میکنم آره من دارم صحبت میکنم یعنی یه خفشو خیلی نابی توی اون من سخت ترین کار دنیا بحث کردن با آدم احمقه مثلا جلوی ترامپ و پنس به نظر ما اصلا کار راحتی نیست ما ایران جلوی صحبت کردن اصلا کار راحتی نیست چون دیگه هر حرفی رو بخواد میزنه ایزه. و خب یه سری هم هستن بالاخره دنبال رو اون حرفا هستن تو سختته با منطق بخوای با این آدم صحبت کنی که اصلا دنبال رو منطق نیست آره ایه ایه. برو برو آره ولی بچه هایی که آمریکا هم لطفا برن رأی بدن و چون نه تنها میشه. آینده ای آمریکا بلکه دنیا ما هم باید رأی بدیم و بله 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 برای خاطر در اون از 15 تا 20 خورده شروع اینو من فکر کنم میتونم 20 خورده, خورده. اینونی یک پارلمانه چیه بی فکر کنم اینو منم میتونم اگه شما هم تبریک میگم یه کامنت اومده رو یوتیوب جالب اشاره کرده به اون کاری که شما میخوان بکنین استریم کنین و اینا تا حدودی گفته پیشنهاد میدم موقع بازی کردن پادکست درست کنید جالب میشه یا یه چنل گیم بزنید موقع بازی, بازی کردن ما یه ما یه این کاری کردیم یاد میاد ما یه دفعه امتحان کردیم که موقع میخواستیم فیفا بازی کنیم و گفتیم مثلا وسطش صحبت میکنیم اینا فقط فوش مادر داریم. خیلی فوش بعد بعدم باختیم دیگه چند تا آره باختیم آره. مجبور شدیم که آره دیگه اصلا بی شدیم رفتیم بی خیال شدیم آره خب چجوری الان اون استریمی که میریم اونم هم همون دیگه باید خود خوددار باشیم باید خوددار باشیم نزیاد زیاد چون توی محیط دیگه است اصلا آها آه این خیلی دیگه, دیگه همه رو بگیشیم سینه فوش من که واقعا موقعی بازی کردن خیلی کم بتونم خوددار باشم خیلی سعی کردم ولی دیگه یکی دوتا از اولین بار بود میدون. من ایمانه که یعنی اولین نفره که دیدم اینجوری ایمان بود فروش نه دست رو میزد تو سرش میزد من ندیده بودم تا حالا <تصفح> <من> این <تصفح> عجیب من جدی بود از بازیم کجا قرار استریم یوتیوب نه تویچ او تویچ, او تویچ. آره حالا آره من میذارم اطلاعاتشو ولی خب بال میشه دور هم یه دو سه ساعتی هستیم و بازی میکنیم تو که چیزی من میام این فقط تو <applause> یه کامنت اومده بود که گفتم وای کارون چرا غلط میگیره آدم که حرف میزنه فکر کنم <applause> اگه یه روز ببینمش هیچی نگم جلوش این کارون من که غلط گرفت که غلط گرفت اصلا من کار نخورده م... میگه اون درسته من اینو می ساپورت میکنم <applause> <خورم. تصفيق> خیلی <خورم>. خیلی زیاد یه کامنت نه من یه چیز بگم غلط گرفتن چیز شخصی نیست ما چون پشت میکروفونیم چهار نفر صدامونو میشنون اگه احیانا یه چیزی غلط رو بگیم و بدونیم داریم غلط میگیم خیلی بده ولی اگه غلط بگیم و ندونیم که داریم غلط میگیم هفته بعدش میای میگیم که نمیدونیم غلط کردیم به خاطر اونه واقعا اصلا نیست که اگه بود که اصلا ما شام نمیخورد کامنت اومده بود در مورد تو روی کست باکس در مورد اپیزود کارون گفته بودن که آیا خود کسی پادکست خودمونی نبود این بود آرمان های ما مجبور شدم کار خونه رو ول کنم شش تا حواسمو بدم به کارون تا توی عمقش قرق نشم ادبیات دیگه چی بگیم اه آها در مورد کامنتی که میگن که وقتی که صوتی پادکست رو میشنون ذهنیتی که از قیافه کارون دارن خیلی متفاوته با چیزی که واقعا هست اینو بیان بگن اون منظورش متفاوت چیه؟, بکشید با رسم شک توضیح بدید حالا از قشنگو گفت حس توی احتمال واسه قیافه خیلی لغتش شد. من بگم دیگه آخه گفته بودن فکر میکردن که صدای من نه نه این جدا از که داره نه فکر میکنن که آره ولی خب مثلا یه قیافه مثلا شاید با ریش بلند پلشت مثلا فکر میکنن که فقط تو کتابی آره دیگه پلشت خوبی نداره ولی تا میبینن خوششون دارم نه چیه نه گفتم قابل تعمله میخوای اگه چیز بریم برای اپیزود بعدی آره بریم آره خیلی خوب میخوای میزنی دکمه اونو خیلی خب ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و اگر که میخوایم با مرتبط مستقیم داشته باشید یه پروفایل داریم توی تلگرام منو خودکس تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدیدی دیگه برمیگردیم فرنا خدافز, خدافز. خدافز. خدافز.